سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. به کانال پرژن ریویو خوش اومدین. خب قراره که توی این ویدیو دو تا کار انجام بدیم، چون هم من قبلا قول داده بودم که به کامنت های پست اینستاگرامی از بدم میاد که خیلی تعداد هیت زیادی توش وجود داشت ریاکشن بریم، هم یه مقدار توی این ویدیو به کامنت هایی که هست با هم دیگه میخونیم ریاکشن میریم، همین که یه ویدیو جدیدی رو بالاخره توی کانال یوتیوبش ربکا گذاشت که اسمش از اسرونه با من قسمت دوم، و به نظر میاد که از برادرش رضا، چون اون یکی برادرش که همه رضا بود و برادر تنش بود که قبلا با هم دیگه ویدیو گذاشته بودن تو یوتیوب و معرفی شده بود، این ویدیو برای اولین بار برادر ناتنش رضا توش حضور داشته که همونطور که میدونید خیلی حاشیه‌های زیادی این مدت در این رابطه وجود داشت و حتی حاشیه شده بود که این فرد دوست پسر ربکاس به دلیل حالا نحوه پستا و استوریا و چیزهای مختلفی که توی فضای مجازی منتشر میشد به دلیل اونا این فرضیه ساخته شده بود. حالا بعد این هر دوتا این موضوعی که گفتم توی این ویدیو ریاکشن میریم. سلام، برعکس یوتیوب من به قسمت دوم اسرونه با من آمدون عزیزم رضا خوش اومدید. رضا جان سلام کن. سلام برای بچه چنل یوتیوب ربکا، خوشحالم که امروز پیشتونم، امیدوارم کلی تایم با حالی من داشته باشیم. آقا ما قرار بود کلی ویدیو یوتیوب بگیریم از وقتی که رضا قرار بود از آمریکا بیاد، ولی از جایی که رسید ما یک روز در خانه پیدای ما نشد و هر روز مست بودیم. نه یه ذره مسافرت ها بیش از حد شد، سه روز بود بچه، شیش روز و یه هفته و دو هفته و چهل روز. خلاصه که امروز اومدیم یه صحبتی بکنیم با هم، بذارم بیشتر بشناسیم. خب از اولین چیزی که میخوام شروع کنم، خیلی ها گفته بودن که چون رضا رو نمیشناختیم خیلی ها حاشیه درست کرده بودن رضا دوست پسر منه. باها دوست دختر درداخی داشته این مورد نمیشه بمونه همینجوری حاشیه ها. من راضی هم. بعد اینکه خب ببینید، یه نکته ای که من از همون اولم فکر کنم تو ویدیوی قبلی هم که تو کانال بود اینو گفته بودم این بود که خود ربکا خیلی، شاید بگیم که حالا نمیدونم، یا سیاست کاریش به این شکل بوده یا ناخودآگاه و سهوی این اتفاق افتاده، نمیدونم کدومش بوده، این نمیشه قضاوت کرد، اما هرچی هم که بگیم که مثلا توی تلگرام معرفی شده بوده این فرد و علت متفاوت بودن فامیلی و ایناش هم گفته شده، که فکر می‌کنم توی تلگرام خیلی دیر ربکا گذاشت، یعنی بعد از این مدتی که با همدیگه بودن و اینا راجع به موضوع صحبت کرده بود. حتی اگه این کارم کرده باشه، تلگرام اصلا جای رسمی حساب نمیشه. اگه حالا دیده باشید اصلا یوتیوبرهای خارجی که از تلگرام استفاده نمی‌کنن، تلگرام کلاً بیشتر برای جهان سومه، یعنی مسنجریه که توی ایران و روسیه و آفریقا و اینا استفاده میشه، حتی تو روسیه هم داره کمتر میشه و مثلا تو آمریکا و اروپا خیلی کم ازش استفاده میشه، چون اصلا جایی نیست که یه همچین موضوعاتی توش مطرح بشه. طبیعتا اگه یه فرد جدیدی قراره که وارد اکیپ ربکا بشه، باید تو خود اینستاگرام یا یوتیوب معرفی بشه دیگه قبلش. وقتی که معرفی نمیشه و یه دفعه میاد وارد یه اکیپی میشه، اونم یه شوخیای حالا غیر متعارفی میکنن، عکسای نامتعارفی گذاشته میشه، حتما همچین حاشیه‌ای رو باید توقع داشته باشه این نفر که به وجود میاد. یعنی الان خیلی فکر میکنم دیر باشه برای اینکه یه آدم جدیدی که اینقدر میخواد بیا توی تمام عکس‌ها و پست‌ها اینا باشه، بیا توی ویدیو یوتیوب معرفی بشه. این قبلش بعد این ویدیو گرفته میشد که این جنجالا به وجود نیاد. ولی از اون طرف هم نمیتونم بگم که این یه سیاست کاری بوده، چون اگه تاملین این ویدیو رو هم نگاه بکنید باز رضا تو شطرنجی شده، یعنی انگار همش میخواد با این کانتنت بازی بشه و روش حساسیت ایجاد بشه. حتی توی ویدیو یوتیوب میگم الان تامنیل توش رضا شطرنجی شده، چرا واقعا شطرنجی بشه؟ یعنی فکر میکنم که خود ربکا هم بعدش نمیومده که سر این موضوع جنجال بشه، چون به هر حال ایمپرشن خیلی بالایی میده این موضوعات و اشکالی هم نداره، ولی میخوام بگم که باید توقع یه همچین حاشیه هایی رو هم داشته باشه ربکا
هرچند که خب از این از اون سمتش هم بخوایم بگیم شاید خیلی تند رفته باشن طرفدارش. من گفتم چرا رضا رو از قبل معرفی نکردی؟ اول از همه که رضا جون کلا با دنیای مجازی قهره، از اینکه خوشو نشون میداد قهر بود و خیلی عجیب بود که اصلا بهش گفتم اینستاتو باز کن که خب اصلا. تازه من توی امریکا بود، باعث شد که برسه اینجا من اینستاشو تازه از دی اکتیوی در بیارم اکتیوش کنم. البته قبل از این 40 روز، قبل این 40 روز واقعا فضای مجازی کلا خوشم نمیومد، دوست نداشتم، نمیدونم احساس کردم. ولی الان اصلا یه میدونی نه که بگم حال نمی کنم، بگم حال نمی کنم دروغه. فضای باحالیه دیگه، دوستای جدید، چه میدونم شاید یه کامنت جدید میاد اصلا کلی خوشحال دیگه میشم گرفته آقا واسه من. عرضه که امریکایی تازه غلط نگو، فقط با آدمایی که تو امریکا رو دو کشور گرفته. شما باور کنه حقا تیک آبی اینجوری دو دستی تو بشقاب به من دادن خلاص یعنی میتاس. آره خلاصه که حالا من واقعیتش یعنی فکر نمی‌کنم کسی اصلا دنبال کرده باشه و نمیدونم که قبلش اینستاگرام داشته نداشته. حالا اینجا که خود ربکا میگه دی اکتیو بوده اکتیو شده، ولی خب حتی اگه بعدش هم که اکتیو شد باز میتونست قبل از این مسافرت همچین چیزی رو بذاره که خیلی حساسیت ایجاد نشه و باز به نظر من یکم حساب شده شاید بوده این اتفاق، یعنی اشکالی توش نیست، ولی به هر حال کسی نمیتونه منکر این بشه که این موضوع خیلی میتونه ایمپرشن بده به کل کسایی که حالا توی اون جمع بودن و پستای اینستاگرام و یوتیوب و اینا. به هر حال خیلی تأثیر داره دیگه. خیلی خب پس اینکه رضا رو بیشتر شناختید، اینکه رضا چرا فامیلیش با من متفاوته سوال خیلیاتون بود، ولی واقعا با کمی فکر و تفکر میتونستیم بفهمیم که چرا من رضا فامیلیم متفاوته، چون برادر ناتنی منه و پسر مادرم به حساب میاد. یه لحظه اجازه بدید متوجه بشم، من اگر پسر مادر تو هم برادر تو با زنموی من چه نسبتی داره؟ نمیدونم، ولی خب واقعا اینجوریه، یا فامیلیام فرق میکنه دیگه، چه عجیبی نیستش که دور و بر شما برادر خواهر ناتنی نداری؟ خب ببینید این که فکر میکنم توی این دوره برادر خواهر ناتنی خیلی کمتره، یعنی این که ربکا گفت میتونستید فکر بکنید و خیلی راحت بفهمید، واقعا راحت قابل فهمیدن نیست، چون خیلی کمه. یعنی من حداقل شاید یکی از کل دوستام یه همچین موردی توش بوده باشه، یعنی همچین حالتی داشته باشه که خواهر و برادر ناتنی باشن، بقیه شون تقریبا همشون این حالت توش نبوده. و حالا حتی برادر و خواهر ناتنی هم میتونه از سمت یعنی پدر مشترک باشه، دور اینکه مادر مشترک باشه و فامیلیا متفاوت بشه یه چیز خیلی کم اتفاق افتادنی هست. نمیگم نیستا، ولی میخوام بگم که کلن وقتی همه این ابهامات وجود داره حساسیت ایجاد میشه، نمیشه این موضوع کسبان کرد. ما کاش بودیم کلی یه اکیپ باحال و خیلی خوش گذشته، مثل دبی که رفتیم کلی خوش گذشته، کاشی که رفتیم تولد ربکا دوستای ربکا طبیعتا خود این جبه خیلی باحالی بود. بعد من یه روز بلند شدم و مثلا گفتم به دوستا، داشتم بچا عکس میگرفتم، گفتم بچا یه عکسام با من بگیرید، من یه عکس گرفتم وسط فکرام تو پیجم برای دوستای که اصلا دیدن، چند تا دوستای ربکا این یه ایلی بود دور و بر من. بعد موقعی که عکس رو گرفتم گفتم آپلودش کنم بکنم، کردم دیدم کامنت های باحال، همه خنده و کلی از کامنت ها خندیدن. آره مثلا زده بودن که وقتی دعانویس و تمه رو با هم درمیگرد، آره خیلی مثلا کامنت فان بود. بعد گذشت و فرداش داشتیم میخواد بوده میدونم داشتیم استخ میرفتیم دم استخ آره بودم آره. به عکس بگیریم ستایی با هم دیگه، من همین رضا رو بکنم با هم دیگه عکس گرفتیم. بعد من بیکینی تنم بود، بعد دیگه بچه ها به حالت شوخی دستشون رو گذاشته بودن جلوی سینه من که مثلا سینه ها مشخص نشه روی مایا و اینا. بعد خیلی هم خندیدیم و گفتیم وای چه عکس بانمکی، چه عکس باحالی شد و اینا. یه لحظه اجازه بدید من آخرین تعداد کامنت ها رو بهتون بگم، 7591 کامنت دادن. هیچ ایرادی نداره که انتقادی باشه یا حرفی بزنید، قطعا میدونید که توی این سالایی که با ربکا بودید حرفاتون رو میشنوه، قطعا انتقاد پذیره. ولی اگر توی این چند سال گذشته عکسای ربکا، مدل عکس برداری ربکا، لایف استایل ربکا رو دنبال کنید، یه سری حرفا واقعا رنجوندین خواهر من، یه سری حرفا خیلی زشت بود، خیلی چرک بود، بهتره که خب اینجا باید بگیم که لایف استایل حالا هم ربکا و هم کوثر از اون ور بعد از جداییشون عوض شده واقعا، یعنی اینو نمیشه کتمان کرد، مدل عکساشون و استایلی که عکس میگیرن متفاوت شده واقعا. عکس با مثلا بیکینی فکر نمی‌کنم ربکا قبلا داشته باشه، ای حالا میدونید شما که این اتفاق قبلا افتاده توی کامنت من بگید، ولی باش توجه به شناختی که از آرتا دارم، آرتا وانتوز، میدونم که خیلی آدم غیرتی بود و بعید میدونم که بعد دوره که با هم دیگه بودن همچین مدل عکسایی بیرون داده باشه ربکا. بنابراین این چیزی که حالا داره رضا میگه خیلی درست نیست،
چون که واقعا این استایل عوض شده و یه چیزی نبوده که همیشه به همین شکل باشه و حالا طرفدارا حالا به دلیلی حالا بخوان دشمنی بکنن یا هیت بدن و اینا، یعنی این حرفا بزنن. یعنی یه تغییری بوده که این اتفاق افتاده و این استایل رو فکر کنم همه قبول داشته باشیم که عوض شد. و با هیچ مترو معیار توی هیچ چارچوبی نمیگنجه که شما بخواید این حرفو به یه کسی که فالوش میکنید بزنید. چرا؟ چون این بچه بک‌گراند داره. من نبودم تو دنیای مجازی، ولی من میدونم که خواهرم از 16 سالگی فعالیت کرده، عکساش هستش، چنلش هستش، تو با هر کسی که همکاری کرده همکاریش مشخص بوده، چارچوبش مشخص بوده. یه ذره که میگم حالا هر کسی که یه مقدار بی‌مهری کردن و یه سری حرفا رو زدن، این بچه رنجید به خاطر اینکه مدل حتی عکس برداری ربکام تو پیجش مشخصه که ربکا قشنگ چارچوب داره. این حرف کاملا درسته، چارچوب داره، ولی اون چارچوبا همه فهم کنم موافق باشیم که جابجا شده. یعنی هم ربکا هم کوسه بعد از جدایشون چارچوبای عکس و پست ها و استوریایی که میذارن عوض شده و این کسما پذیر نیست به هیچ وجه. یعنی عکس ها میتونیم مقایسه بکنیم، یعنی عکس های قبلی هستن، عکس های جدید هم هستن و هیچ وقت هم همچین مدل عکسی وجود نداشت توی صفحه ربکا. حرف هم زده میشه، ولی خب اون عکس هم واقعا یعنی فضای فانی بودش که ما اومدیم همین رضا بیا اصلا نذاریم با بیکینی عکس بگیره. این حرف های خیلی عجب غریب، مثلا یه دختر خیلی با من 18-19 ساله اومده و زده بود که چرا برادر تو دستش چسبونده روی سینه تو فاصله نذاشته، اگه شما برادرتون دستش بخوره به سینه شما این تحریک میشه. خب پس به نظر من به دکتر مراجعه کنید یا باید بریم روانشناس به نظر من، چون من این انتقادا همیشه از تو چقدر زشتی، کریهی، فلانی، بد تیپی، من همیشه این چیزا انقدر بوده دیگه عادت شده، ناراحت هم نمیکنه. خب یه چیزی بگم که این حالا ربکا به هر حال یه آدم کاملا روشن فکر دیگه، یعنی با فرهنگ سنتی ایران که نمیخونه، اما یه با توجه به حرفای خودش یه تیکه های سنتی روی حرفاش هست. یعنی ما میدونیم که مثلا حالا همه فکر کنم گاتو دیده باشن دیگه، خاندان تارگریان برادر خواهر با هم ازدواج میکردن و حالا این شاید خیلی عجیب باشه راجب خواهر و برادر تنی، اما راجب ناتنی که باز عجیب بودنش کمتر میشه. یعنی به هر حال شما نمیتونید توقع داشته باشی که همچین عکسی میذاری مثلا همه که میان واکنششون میدن مشکل داشته باشن، یا مثلا چون برادر خواهر با هم تحریک نمیشن یا همچین چیزی باشه. ما میدونیم تو تاریخ خاندانه بزرگی بودن و الان هم هستن که اوکی این موضوع، و بنابراین اگه استناد ما به فرهنگ ایرانه که خب تو فرهنگ ایران خیلی چیزهای دیگه هم هست، با بیکینی عکس گرفتنم واقعا چیزی نیست که اکثریت مردم ایران انجامش بدن. یعنی هر چقدر هم که بخوام، یعنی عکسی که مثلا شما پابلیک بذاری، حالا میری لب ساحل بحثش شده، خیلی این کارو میکنن، ولی اینکه یه عکس بگیری بعد پابلیک بیای اونم روی صفحه به این عظمت بذاری با فرهنگ ایران نمیخونه. بنابراین خیلی من موافق نیستم با این حرف ربکا که حالا هر کسی میاد واکنش نشون میده مریضه یا چون تحریک نمیشه به برادر و خواهر اوکی ماجرا و اینا. اینا با توجه به فرهنگ ایران داره گفته میشه و اگه بخوایم با توجه به فرهنگ ایران صحبت بکنیم کلا این مدل عکس پذیرفتنی نیست آنچنان. یعنی هر موقعی که هر کسی این کار انجام داده، چه خواننده باشه، خواننده‌های زنم قبلا مادام که مثلا سپیدم این کارو کرده بود، یعنی عکسای حالا یکم هنجار شکنانه توی کاور آلبومش بود یه بار خیلی وقت پیش قبل از اینکه اصلا اینقدر فضای مجازی همه گیر بشه، و واکنشا خیلی چیز دیگه زیاده. یعنی خیلی با این حرف ربکا موافق نیستم، ولی انتقادی که روی این عکس شد خیلی چرت بود. یعنی من واقعا ناراحت شده بودم و از مردم، از حتی از فضای مجازی رنجیدم، حتی گفتم که من اگر اینقدر زحمت نمیکشیدم، اینقدر کار واسه این فضای مجازی نمیکردم، میبستم همه چیو. داشتم میگفتم باعث چایمو بگیر چای تو رو خدا. یعنی واقعا میبستم. چرا میگم میبستم؟ به خاطر اینکه واقعا مثلا عقل و آرامش و ذهن من خیلی با ارزش تر از اینه که من میخوام حرفا رو تحمل کنم برای اتفاقی که خیلی واقعا مسخره و غیر منطقی بوده. اینکه که من کنار دو تا از برادرای بزرگم عکس گذاشتم و همچین حرفای کثیفی رو دریافت کردم. اینجا خیلی موافق نیستم با ربکا، اینکه حالا مثلا یه حالت اینجوری که من بعد شاید میبستم اصلا چون آرامشم مهمتره یا هم چیزی، این کار ربکاست و نمیتونه ببنده این کارو. مثلا اینه که مثلا یه کسی که مثلا معلمه بگه که خیلی دانش آموزه اذیت میکنن، آرامش من مهمتره، پس بیام بیرون از اون کار. خب دیگه نمیتونه منطقا
درآمدی داشته باشه و گذران زندگی بکنه دیگه. ربکا به هر حال کارش به عنوان یه مدل و اینفلوئنسر و یوتیوبر و ایناست، نمیتونه که ببنده، یعنی به هر حال باید منتظر واکنش این شکلکی باشه و براش جواب داشته باشه. آدم چه میتونه که از اون حرفای کثیف باشه که تو با دوتا برادرات هم هستی آخه، میدونی یعنی واقعا این حرف یعنی حالا من اینی که دارم بهتون میگم با بادی لنگویج، یعنی با زبون خودم دارم میگم، یعنی میدونی که چه جوری گفته شده. ببین من باورتون نمیشه، مثلا ربکا میرم کامنتا رو میخونم، میگم رضا کامنتا رو خوندی؟ بعد من میگفتم که آره، رومون نمیشه کامنتا رو به هم دیگه بدیم به فضای مجازی، شاید خیلی نشه. کامنتا رو هزار تا بود، 2000 تا بود، ما دیگه میتونستیم بخونیم. یهو اصلا توییتر منفجر شد و کامنتا رفت هزارتون، مثلا دیگه نمیتونیم کامنت ها رو بخونیم. یعنی بچه های تلگرام برای من یه سریاشو میفرستادن و من چقدر آدم بلاک کردم. و من حرفم از لحاظ منطقی، اخلاقی، معرفتی، رفتاری. خب ببینید، اینم بگم که همونطور که خود ربکا کامل دیگه اعتراف کرد، ایمپرشن این عکس خیلی زیاد بود و چون ایمپرشن داره همچین کاری، همیشه فکر به این سمت میره که این یه استراتژی بوده. حالا نمیخوام بگم اونجوری حساب شده، نه که مثلا بشنن با هم دیگه بگن این کارو بکنیم این کارو بکنیم، رضا رو معرفی نکنیم، یه همچین عکس بگیریم و یه دفعه عکس بترکه، نه نمیخوام بگم اینجوریه، ولی این به هر حال با یه منطقی پیش میره. یعنی به هر حال ربکا یه مقدار موقع که داشته این عکس رو میذاشته باید فکر میکرده که آقا رضا رو کسی نمیشناسه، این عکسم خیلی هنجار شکنه رو سر صدا میکنه، که قطعا هم کرده و این پرشن مفیده برای هر کسی که توی فضای مجازی کار میکنه. و وقتی این اتفاق میفته بعد منتظر این باشه که بگن که مثلا با برنامه‌ریزی این کارو کردی، حالا یا واقعا با برنامه‌ریزی خیلی مستقیم بوده، مثلا جلسه گذاشتم با هم دیگه گفتم همچه کاری بکنیم که یکم بعیده، یا اینکه به دلیل اینکه حالا یه مقدار بی‌دقتی بوده، یه جاهایی یه شیطنتایی می‌خواسته بکنه، حالا بگین اکثرام بذاریم و باحال میشه و زیاد فیدبک میگیره، به این شکل بوده که من فکر می‌کنم اینجوری بوده. یعنی به هر حال همونقدر که این عکس ایمپرشن می رو سر صدا میکنه و این مفیده برای اینفلوئنسر، و منتظر واکنش منفیش هم باشه دیگه. میگم با هر متر و معیاری شما بسنجی، اگر قرار یه که هیت بشه، شاید عکس من خیلی بیشتر لایق هیت شدم بودش که مثلا وسط چند تا دختر عکس گذاشتم تا اینکه یه نفر اومده با خواهر و برادرش عکس گذاشته، کسی که بک‌گراند داره. بعد از این فضای مجازی پیگیری نمیشه، گاهی وقتی یه پیج فیک میاد یه حرفی به تو میزنه، ولی من قطعا به شما میگم کسی که به خودش جرئت میده اون ادبیاتو به کار ببره، اون حرفا رو تایپ کنه، هیچ متر و معیاری تو ذهنی به هیچ چیزی پایبند نیست، هر کاری میتونه تو زندگیش انجام بده. اینم خیلی من موافق نیستم که یه نفر که همچین کامنتی میذاره هیچ متر و معیاری نداره. به هر حال شما نمیتونید منکر این بشید که مسلمونا، که حالا به عنوان دینی که تو کشورمون هست مثال میزنم، اینا خیلی اصول دارن، یعنی اصولشون از هر آدم دیگه بیشتره و چون اصول دارن با همچین چیزی مشکل دارن. یعنی من نمیخوام تاییدشون بکنم، میگم اینجوری نمیشه بگیم که این آدم هیچ متر و معیاری نداره، مثلا بعدا میره ممکنه که قاتل هم بشه یکی بکشه. خب قطعا اینجوری نیست دیگه، یعنی اتفاقا چون به متر و معیارها اون فرهنگ و اصولی که داره احساس میکنه که تعدی شده، میاد یه همچین کامنتی رو میذاره. یعنی من تحلیلم اینه، حداقل درست و غلطش اصلا کار ندارم. کامنتی که خورده بود توی این عکس اینه که من حس خوبی از این عکس نگرفتم. اگر شما بین رابطه خواهر و برادری با عکس این که دست روی قسمتی باشه که حالا به عنوان اینکه حالا این قسمت دیده نشه، حالا میتونه فان باشه، غیرتی بودن اصلا بر... حالا من کلا خوشم نمیاد از کلمه غیرت، کلا اینو بگم به نظر بچا به خدا قسم گفته به اینا دست نزن سه تا یوتیوب خواستم بگم که من صادقانه دارم میگم، بفهمید من چای بودم زرد یه توییتری من خوندم دختری زده بود نمیشه که شما اگه از این عکس حس خوب نگرفتین حتما به روانپزشک مراجعه کنید، که چقدر قشنگ گفته بود، چون واقعا یک سری اصلا به این موضوع فکرم نکرده بود. این که خیلی توییت غلطیه، یعنی چی مثلا از این عکس هر کی دیگه حس خوبی نگرفت به روانپزشک مراجعه کنه؟ نه قطعا این حرف درست نیست، یعنی به همه اندازه تونده که شاید بعضی از کامنت های زیر اون پست تند بودن. این ربکا این حرف خیلی حرف تندی دارن با خنده و شوخی میزنن، ولی اینکه یه نفر از یه عکسی حس خوبی نمیگیره حالا پاشه بره پیش روان پزشک، یعنی روانیه، خیلی ادبیات درستی نیست دیگه.
تنها باری بود که میتونستم اگر زحمت خیلی زیادی نکشیده بودم میتونستم ببندم این پلتفرم رو، که اصلا واقعا خواستم بگم بابا بی خیال ارزش نداره. من یه چیزی اد کنم بهش که دیگه خیلی در موردش صحبت کردیم، فقط من یه چیزی بگم. ببینید گاه اسمم از کسی نمیارم، گاهی وقت میبینی نفراتی هستن که فعالیت اینا تو دنیای مجازی دور و برمون هم زیادن، هیچ میبینید هیچ مترو معیاری ندارن، به هر ترتیب هر کاری میکنن، حاشیه بشه براش از حاشیه لذت میبرن، خودشون حاشیه رو به وجود میارن. ولی وقتی من میگم که ربکا قادری بک‌گراند داره، ربکا قادری پیجش رو ببین نگاه کن، ببین مدل عکس برداریش، نوع برخوردش، اصلا تبلیغاتش، زندگیش، لایف استایلش چیه، وقتی اینا رو میبینید یه همچین یهو با تاثیر شدیدی همچین حرفایی میزنید، من شاید نمیدونی چرا رضا بیشتر دلخور شدم، چون من ببینید این حرفش خیلی منطقی بود، حرفی که رضا زد، یعنی ربکا بک‌گراند داره، مثلا نمیشه مثل دنیا بگیم مثل دنیا جنبخت یا مثلا پویان و نیلیه، خب اینو که نمیشه گفت، اما بک‌گراندش به دلیل این بود که با گروه وانتونز بود، یعنی شما به هر حال گروه موسیقی یه حالت نکس لولی نسبت به اینفلوئنسر و یوتیوبر داره، یعنی تمام دنیا همینه، مثلا کسی که یه گروه موسیقی داره، موسیقی خیلی قدمت زیادی داره نسبت به یوتیوب، مثلا پوزیشن یوتیوبری اونقدر مدتی نیست که به وجود اومده، و میخوام بگم که اون بک‌گراند ربکا حتی شاید بگیم که یه مقدار زیادیش حداقل برای من این بود که توی یک گروه خیلی موفق جوون رپریه به اسم وانتونز، و حالا اینکه جدا شده از اون شاید به اون سمت ببره ربکا رو که عوض بکنه کلا سیاستای کاریشو، یعنی حرف رضا درسته، ولی از اون طرف اینه اگه با گروه وانتونز بود شاید اصلا همچین حاشیه‌ای هم ایجاد نمیشد، به این دلیل که از آرتا جدا شده و بعد یه دفعه عکساش توش این تغییرات ایجاد شده، شاید خیلی مثلا فکر کردن ربکا هم یواش یواش مثلا میخواد بره سمت دنیا جنبخ شدن، نمیخوام ربکا یعنی به ربکا هیت بدم، دارم چیزی که طرفدارا فکر کردن رو میگم، وگرنه من واقعا خودم ربکا رو توی اینفلوئنسرها خیلی قبول دارم، واقعا استایل داره و خیلی دنبال حاشیه‌ای این شکلی هم نبوده، اما به هر حال این عکس اخیرش یکم ضد این حرف منه دیگه. خب این موضوع فکر کنم دیگه تموم شد، به هر حال من حرفایی هم که زدم میگم هیت به ربکا نیست، سعی کردم که خیلی بی‌طرفانه این موضوع بررسی بکنم و امیدوارم که این ویدیوم خوشتون اومده باشه، حتما نظر خودتون رو توی کامنت‌ها بگین که با کدوم بخشاش موافق بودید، ربکا منطقی حرف زد، کدوم بخشا من منطقی حرف زدم یا نزدم، همین رو بهم بگین و امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه.